سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه سرخط خبرها. ادامه واکنش ها بر مسدود ماندن مکتب های دخترانه. هنگامی که طالبان اعلام کردند تا دانش آموزان پسر می توانند به مکتب بروند، در حالی که دختران اجازه رفتن به مکتب ها را ندارند، این در واقع همه چیز را به عقب برگردان. سومین نشست کشورهای همسایه درباره افغانستان. امیدواریم که نگرانی های کشورهای همسایه را در مورد مسئله افغانستان منتقل کنیم. عادی شدن روند توزیع گذرنامه تا کمتر از یک هفته دیگر. حمل پشپارسم تاریخ نورسته، انشاءالله پو مرکز او پو طول ولایاتو که به انلاین پرمی خلاصی که او دا پروسه به عادی حالت تره گرزید. برگزاری نشست استانبول درباره روسیه و اوکراین و احتمال بازنگری برخی از قوانین اقتصادی کشور. من سبق سپهر است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را در افغانستان نقض آشکار قوانین حقوق بشری می‌دانند. اتحادیه اروپا می‌گوید که اگر درب مکتب‌ها بر روی تمامی دختران در افغانستان باز نشود، این کار فرصت حکومت کنونی را برای به دست آوردن مشروعیت داخلی و خارجی کاهش خواهد داد. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد که در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی مسئله بازگشایی مکتب‌ها را خط سرخشان قرار بدهند. مدینه مروت گزارش می‌دهد. در حاشیه نشست دوحه برخط مدافعان حقوق بشری و فعالان عرصه آموزش و پرورش درباره مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه دوره متوسطه و لیسه واکنش نشان دادند. هنگامی که طالبان اعلام کردند تا دانش آموزان پسر می توانند به مکتب بروند، در حالی که دختران اجازه رفتن به مکتب ها را ندارند، این در واقع همه چیز را به عقب برگرداند. این تنها یک نمونه است و ممنوعیت زنان از کار نمونه دیگران است. همزمان اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک هشدار می‌دهد که اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد و دروازه مکتب‌ها برای دختران مسدود بماند، مشروعیت حکومت تازه افغانستان در داخل و روابطان با شرکای جهانیش به خطر خواهند افتاد. این تصمیم شانس طالبان را برای به دست آوردن شناخت داخلی و جهانی که به دنبال آن هستند نابود خواهند ساخت. از سوی هم سازمان عفو بین الملل و انستیتوت تحقیقات اسلامی در ایالات متحده از امارت اسلامی می‌خواهند که درباره این تصمیمشان تجدید نظر کنند. از جامعه بین المللی خواستار خط قرمز قرار دادن این بحث با گروه طالبان هستیم. ما متاسفانه شاهد تغییر در تصمیم طالبان بعد از وعده‌های متعددشان در قسمت بازنمودن مکاتب برای دختران هستیم. من می‌دانم که صحبت‌های فزاینده درباره افغانستان و ویژه درباره اجازه نیافتن دختران به مکتب‌ها از سوی طالبان وجود دارد. در اسلام مکلفیت وجود دارد که حکومت‌ها را به خاطر وعده‌هایشان مسئول می‌پندارد. بنابراین باید فشار بر آنان وجود داشته باشد تا آنان را به خاطر برگرداندن تصمیمشان وادارد. جامعه جهانی 5 شرط را برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست مطرح کرده که شامل پیکار با هراس افغانی، حرمت به حقوق بشر به ویژه حق زنان، ایجاد حکومت همشمول و مسائل دیگر را در بر می‌گیرد. چین به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزبان سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه درباره اوضاع افغانستان خواهد بود. به گفته وزارت خارجه چین، مسائل سیاسی اقتصادی، دسترسی افغانستان به کمک‌های بشری و ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حل چالش‌های کنونی در افغانستان بخش‌های محوری نشست خواهند بود. همزمان امارت اسلامی می‌گوید که امیرخان متقی در رأس یک هیئت بلندپایه برای شرکت در این نشست به بیجینگ رفته است. مدینه مروت. بیجینگ به روز چهارشنبه نشست دو روزه را درباره افغانستان میزبانی میکند. وزارت خارجه چین هدف از برگزاری این نشست را ایجاد اجماع منطقه‌ای درباره افغانستان میداند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، افغانستان با چالش‌های گوناگون روبرو است و نیاز است تا جامعه جهانی برای حل این چالش‌ها با افغانستان همکاری کند. امیدواریم که نگرانی های کشورهای همسایه را در مورد مسئله افغانستان منتقل کنیم و در طرف افغانستان برای ایجاد یک ساختار سیاسی باز
و فراگیر و همچنین سیاست‌های میانه‌رو و محتاطانه داخلی و خارجی و مبارزه جدی با هراس‌افغانی کار کنیم و از جامعه جهانی انتظار داریم که پشتیبانی بیشتر از افغانستان کنند. در این نشست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به دعوت چین به بیجنگ سفر کرده است و قرار است با مقام‌های کشورهای همسایه درباره حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی گفتگو کند. در این جلسه روی مسائل مختلف به خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی بحث می شود. ما امیدوار هستیم فرصت‌های ایجاد شود تا کشورهای همسایه بتوانند در قبال افغانستان گام‌های بیشتری، خوبتری و جدیتری بردارن. وزیران خارجه قطر، اندونزیا و نمایندی از ایالات متحده همچون مهمانان ویژه در این نشست شرکت خواهند کرد. نیاز است تا افغانستان من حیث پل ارتباط منطقه تبدیل شود و از لحاظ مسیرت این نشست به افغانستان میتونه آغازگر سرمایه گذاری های چینایی ها در معدن افغانستان باشه. همزمان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که روز پنجشنبه نشست را به رهبری دبیرکل سازمان ملل متحد و با شرکت نمایندگان از کشورهای قطر، بریتانیا و آلمان درباره جلب کمک‌های بشری به افغانستان به گونه مجازی برگزار خواهند کرد. سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی در افغانستان نیاز است تا روی احیای اقتصادی در این کشور سرمایه‌گذاری شود. برنامه توسعه این سازمان هشدار می‌دهد که اگر از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری نشود، تا اواخر سال جاری میلادی نزدیک به 90% شهروندان کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. شرچا رسولی گزارش می‌دهد. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به کابل آمده است، در نشست میگوید که برای رسیدگی به چالش های اقتصادی نیاز است تا روی اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری شود. ما باید توجه، علاقه و تعهد جامعه جهانی را به افغانستان نگه داریم تا در این زمان حساس کمک های بشری را که برای نجات جان انسان ها بسیار حیاتی هستند فراهم سازند. برای رسیدگی به چالش ها در افغانستان نیاز است که روی احیای اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری شود. یعنی مردم باید قادر شوند که درآمد داشته باشند، کودکانشان را به مکتب بفرستند و بتوانند هزینه هایشان را بپردازند. در همین حال سکتور خصوصی میگوید که با این مقام سازمان ملل متحد در یک نشست درباره چگونگی رسیدگی به چالش های اقتصادی نیز گفتگو کردند. امروز همین جلسه اول بود، امیدوار هستیم بعد از این او اشتباهاتی که در گذشته شده تکرار نشود. ما به پروژه های زودرس و یک روزه و دو روزه و یک بوجی گندم و یک بوجی آرد نیاز نداریم. تمرکز بالای حمایت از ملل متحد، UNDP، از سکتور خصوصی افغانستان بود و در اینجا بحث آزادی بیان و محدودیت ها و هم مشکلات مالی رسانه ها که بیشتر رب نگرفت بر از یا این مسائل مطرح شد. با این همه برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار می دهد که اگر به فروپاشی اقتصادی در افغانستان رسیدگی نشود، تا پایان سال جاری میلادی نزدیک به 90% شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. روند توزیع گذرنامه ها در کابل و ولایت های دیگر کشور تا کمتر از یک هفته دیگر به گونه عادی آغاز می شود. سخنگوی ریاست پاسپورت می گوید که به روز 16 حمل روند توزیع گذرنامه در کابل و ولایت های دیگر آغاز خواهند شد. این ریاست از استخدام کارمندان زن برای توزیع گذرنامه به بانوان در ریاست پاسپورت نیز خبر می دهد. توبا ولیزاده نگاهی انداخته. سر از 16 حمل روند توزیع گذرنامه ها به گونه عادی در کابل و ولایت های دیگر آغاز خواهد شد. حمل په 14 تاریخ نوروز ته ان شاء الله په مرکز او په ټولو ولایتو کې به انلاین پر می خلاصيږي او دا پروسه به عادي حالت ته راګرځي. با گفته ریاست پاسپورت، گروهی از کارمندان زن برای ارائه خدمات به بانوان درخواست کننده گذرنامه در این ریاست نیز ایجاد شده است. سخنگوی ریاست پاسپورت هدف از ایجاد کارمندان زن را تسریع روند کاری می داند. من با دی تذکیرو او دی پاسپورتونو بایومتریک کانتاکو سرا کسان چه کمپیوتری تذکیره لری هغه ته ضرورت پیښ نشي چې دلته بیا بایومتریک شي او تنها دی بیپ سیستم مرتفعاله کو چې خالی دی جرم معلوم شي او هیڅ مشکل به دته نور نه وي او دا بایومتریکونه موږ سره کانټکت کوو. این ریاست از بازداشت 6 تن به اتهام فساد و کمیشنکاری در یک ماه پسین نیز خبر می دهد.
امضای رئیس های پاسپورت جعل کرده بودند، تاپ اپش از اینا بود در مقابل $1,000 برای هر کدام از یا احکام جعل گرفته بودند. خوشبختانه اینا همشان دستگیر شد و به پنجه قانون سپرده شدند. در این میان شهروندان کشور هرچند بازداشت کمیشن کاران و جعل کاران را می ستایند، اما از ریاست پاسپورت می خواهند به چالش های مردم رسیدگی کنند. هر روز می مارزیم را می توسیم اندازم، می توسیم اندازم، چی کنم ما؟ پیش از این ریاست پاسپورت روزانه تنها برای درخواست کنندگان 300 فرم آنلاین را اجرا می کرد و روند توزیع گذرنامه به گونه عادی نبود. خبرنگارانی که در قندهار از بند آزاد شدند از امارت اسلامی میخواهند که تا راهکارهای روشنی را برای فعالیت رسانه در این ولایت مشخص بسازد. آنان از بازداشت خبرنگاران انتقاد میکنند و این کار را بی‌عدالتی در برابر خبرنگاران میدانند. از میان 7 خبرنگار بازداشت شده در قندهار 6 تنشان دیروز رها شدند، اما مسئول رادیو ملت غگ هنوز هم در بند به سر میبرد. فریده سیال جزئیات میدهد. خبرنگارانی که در کندهار از بند آزاد شدند خواهان یک راهکار روشن نشراتی و اصولی خبرنگاری از سوی امارت اسلامی هستند. آقا شیر مسئول رادیو محلی تانگا یکی از 6 تنی است که روز گذشته پس از بازداشت از بند رها شده است. از مسترگی را اوتر دیو تور که سونو ودا په سره واغستن پاغا وخت کی زډیر مایوسم مایت احساس نکوي چې خپل وطن کې نیول سوی او ما دا فکرم نکوي چې ما په دې وطن کې دیو خبريال په صفات باندې دندې جره کړې ده. که دغه چل چلن دوام ولري نو ډېر خبريالان مجبور کیږي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. شماری از خبرنگاران در کندهار از امارت اسلامی میخواهند که در برابر کارمندان رسانه‌ای برخورد نیک کنند. زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم له لارې وسی، یو ګډ پالیسي د متبادل لپاره جوړ سي او د یو بام او دوه هواوي خبره دې پکښ ورکه سي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي نو ډېرې خبرې اعلان سره چې کوم سوال جواب درلود نه په تلیفون لاس واري ورغلي دي امي استخبارات ریاست او ورزي هم خوشپل ورزو نو ارتیا نسته چې بلی چاپه او هسي او یا هم په داسې شکل از جمله 7 تن خبرنگار بازداشت شده در کندهار 6 تن آنان رها شدند، اما مسئول رادیو ملت غگ انوس هم در بند به سر می برد. زمو گفته نداده چه سه استونز چه رسانه سر را منستکی که در استونز اطلاعات فرهنگ لاره او با خبر لاره باید حل شید. امارت اسلامی تا هنوز درباره بازداشت خبرنگاران در ولایت کندهار چیزی نگفته است. پیش از این بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی امارت اسلامی واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است. در 3 ماه پسین 38 بیمار کووید 19 جان باختند و بیش از 2400 تن دیگر به این بیماری دچار شدند. وزارت صحت عامه با تایید این آمار می افزاید که شمار مبتلایان ویروس کرونا در سال روان میلادی کاهش یافته است. همزمان با این مسئولان شفاخانه افغان ژاپن می گویند که آماده ارائه خدمات به مردم هستند و هیچ مشکلی در بخش پیکار با ویروس کرونا در این شفاخانه ندارند. فخری رادفر بیشتر می گویند. با آنکه گسترش ویروس کرونا و نبود کیت‌های تشخیصی اومیکرون یکی از چالش‌ها در بخش بهداشت پنداشته می‌شود، اما وزارت صحت عامه می‌گوید که در ماه‌های پسین شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور کاهش چشمگیری یافته است. به گفته این وزارت، در حال حاضر 5 شفاخانه در بخش پیکار با ویروس کرونا در کشور فعالند. خوشبختانه آمار ارقام کرونا کاهش چشمگیر را ما شاهد بودیم در افغانستان. قسمی که در هفته اول ماه مارچ ما 1315 واقع مثبت داشتیم، در هفته دوم هم 728 واقع مثبت، در هفته سوم 357 واقع مثبت داشتیم. در این میان شفاخانه افغان ژاپن که یکی از شفاخانه های درمان بیماری کووید 19 در کابل به شمار می رود می گوید که چالش های بهداشتی در این شفاخانه از میان برداشته شده اند. بیا هم راسی من کولای سوچ ورته آمادگی ولرو حتی 350 سره شپته ناروغانو پوری که چې موږ سره امکانات بیا یعنی امکانات نه مداده چې هغه وخت کې موږ سره پرسونل بیا باید زیات جذب شي. باید نیست که دا آینده شاید نه چندان دوره یک نوع جنتیکی جدید آن مثل که اومیکرون یا دلتا وریانت یا الفا وریانت یک وریانت جدید و پیدا شوه و واقعاتش در افغانستان روز به روز زیاد شوه. با این حال باشندگان پایتخت از مسئولان می خواهند که در بخش بهداشت در کشور توجه جدی داشته باشند.
تشویش زیاده دیگه. خب وزارت صحت مقصد کمک کنه که امی شفخانه رو پیگیری کنه. خواست ما این است که وزارت صحت ما باید متوجه بشه، متوجه شفخانه بشه، شفخانه باید متوجه مریضا بشه، مریضا رسیدگی کنه. به گفته وزارت صحت، سازمان جهانی بهداشت در یک ماه پسین بیش از 120 هزار کیت تشخیصی ویروس کرونا را به این وزارت کمک کرده است. به ادامه خبر شش خوش آمدید. وزارت اقتصاد به هدف جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برخی قوانین را بازنگری و اصلاح میکند. معین وزارت اقتصاد در مراسم گشایش اتحادیه شرکت های تجارتی سرمایه گذاران افغانستان میگوید که در نخست قانون تجارت، کاهش فقر، سرمایه گذاری و قانون کار بازنگری خواهد شد. معین وزارت اقتصاد نقش این چنین اتحادیه ها را در تحول اقتصادی و تجارتی کشور با اهمیت میداند و میگوید که برای افزایش سرمایه گذاری و رشد بازرگانی قوانین اقتصادی سهل تر خواهد شد. ما با تمرکز و با نگاه کارشناسی و علمی تلاش میکنیم که او موارد مورد بازنگری قرار بگیره تا سهولت بیشتر برای سرمایه گذاران، برای تاجران فراهم شود. نموش رو غار غشتل چی؟ دغه ټول اصول او دغه ټول قوانین یو ځل بیا ریویو کو او دغه ټول قوانین یو ځل بیا تعدیل کو. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که برخی از سرمایه گذاران داخلی کشور علاقمند هستند سرمایه های خود را از بیرون به داخل کشور برگردانند. ټول تجارانو د زموږ سره ارتباط نیولی دی او ان شاء الله تجاران به افغانستان ته راځي او بیرته به افغانستان کې خپل کار شروع کړي. روزی سرمایه‌داران هم په بخشی سرمایه‌گذاری وکړي چې هغه لار واکن د ملک رپات بیایي. افغانستان خلک ځوانان هم ټول بیکار دي، ورکه کار. رئیس اجرایی اتحادیه بانک‌های خصوصی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا بر بانک‌ها اعتماد کنند. این اتحادیه می‌گوید که در حال حاضر قرضه‌های سودی در بانک‌ها متوقف شده است. کچیر بانکونه جون نشي، بانکونه ګورې د مولاد تیر حیثیت لري. که بانکونم جون نسی دیمونگ تجارتی معاملی مخینزی. جلب سرمایه گذاری و آوردن سرمایه گذاران از بیرون به داخل کشور از هدفهای کلیدی گشایش اتحادیه شرکت های تجارتی سرمایه گذاری است. مونگ زو او غوارو چه حقا تاجر سیل دی وطن نتلی دی او فرار دی سرمایه سوی دی فرار انسانی سوی دا مونگ بدو تا بیاخبل دعوت و ترغیب کوو. بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری امارت اسلامی بخش زیاد از درآمدهای خود را از بازرگانان و سرمایه گذاران به دست می آورد و اگر زمینه سرمایه گذاری در کشور بیشتر فراهم شود میزان فقر و بیکاری در کشور کاهش خواهد یافت. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.